این خب بستگی دارد که در نهایت سران جمهوری اسلامی آیا مایل هستند که با دنیا دارای یک نوع ارتباط به اصطلاح غیر ایدئولوژیک باشند. نظام جمهوری اسلامی ایران همونطوری که خود شما اعتباراً وارد تاثیر بسیاری از هم‌میهنان ما داخل ایران هر روز لمس میکنن یک رژیم ایدئولوژیک هست. همونطوری که خود آقای خامنه‌ای هم گفته فرق نمیکنه که چه کسی رئیس جمهور باشه، روابط ایران و آمریکا همیشه دارای یک نوع سردی و نوعی دشمنی و تو هم با خصم خواهد بود. اینکه چقدر ادامه پیدا میکنه بستگی داره که آیا جمهوری اسلامی میخواد که یک روند یک کشوری رو بر عهده بگیره از نظر سرانش که به دنبال به دست آوردن منافع ایران که نتیجه این بوده یا نخواستند و یا اینکه نشده. حالا به هر حال این اقتصاد چگونه میتونه به حالت عادی برگرده؟ گفته میشه دولت به نظام بانکی به شدت بدهکار، با بحران کسر بودجه و کاهش درآمد روبرو هست و مخارج مقابله با کرونا هم بیداد میکنه. به نظر شما رژیم ایران از تبعات این بحران بر زندگی مردم و طبقات آسیب پذیر جامعه آگاهه و یا اقتصاد ایران اساسا تا کجا میتونه این وضعیت رو تحمل کنه؟ به نظر من نظام ایران کاملا آگاه هست و اینا متوجه هستن که مردم چقدر دچار سختی و واقعا مشکلات هستن از نظر معیشتی و اینها در ابتدای امر وقتی خب انقلاب شد صحبت از مستضعفین بود، ولی اکنون وقتی صحبت از مستضعفین میکنن بیشتر میگن کسانی هستن که فقط به دنبال کار نظام جمهوری اسلامی هستن، یعنی طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستن. همونطوری که خدمتتون عرض کردم مسئله اقتصاد ایران به راحتی قابل برطرف شدن هست. هیچ کشوری اصولا نه به خاطر نفت و نه به خاطر منافعش در درجه منابع زمینیش و اون منابعی که داره در اختیار داره در طبیعیش نمیتواند اقتصادش رو فقط به دلیل اون مسائل درست بکنه. حتی این لازم هست که یک نوع سیاست خارجی درست و یک نوع آزادی و یک نوع دموکراسی در کشور برقرار بشه. ایران دارای یکی از عظیمترین منابع انسانی است و ما این رو با تمام موفقیتی که ایرانی‌ها در همه زمینه‌ها، جوانان ایرانی در دانشگاه‌ها کسب می‌کنن، همه متوجه هستیم. بنابراین ایران کاملا مستعد است به یک شکوفایی بزرگ اقتصادی برسه اگر دولت جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که به صورت یک کشور عقلانی کشور رو اداره کنه، به صورت یک دولت عقلانی کشور رو اداره کنه. متاسفانه از جمهوری اسلامی به هیچ وجه بر نخواهد اومد به خاطر اینکه یک نظام ایدئولوژیک هست. این مسئله بسیار اهمیت داره و فرق هم نمی‌کنه آقای بایدن هم اگر انتخاب بشود امشب باز هم مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد، چون ایران رویه دشمنی، یعنی جمهوری اسلامی منظورم، از رویه دشمنی با آمریکا رو از روز نخست انقلاب به دنبال کرد.